که این میوه شیرین و آبدار را نچشیده باشد. چون زمین های ما بغل امامزاده آقای عباس هست و این گرمک و طالبی ما به اسم امامزاده آقای عباس تو کل ایرانمون تموم شده. در شهرستان نفس بیش از 630 هکتار کشت طالبی و گرمک انجام میشه که رقم آقای عباس شهرت ملی پیدا کرده و آبدار و شیرین و معطر میباشد. بیش از 600 هکتار از زمین‌های شهرستان نطنز زیر کشت طالبی است که به نقاط مختلف کشور نیز فرستاده می‌شود. هر سال موقع برداشت طالبی منطقه بارود آقای عباس می و طالبی‌ها رو می‌بریم منطقه آربیدگل و کاشان. مردم آربیدگل و کاشان خیلی طالبی‌ها رو دوست دارن، مخصوصا موقع ماه رمضان که میشه برای افطار خیلی استقبال می‌کنن. محصول طالبی و گرمک شهرستان نطنز به خاطر دارا بودن کیفیت به استان‌های سردسیر و خنک مثل اردبیل و آذربایجان غربی و شرقی هم ارسال میشه. جالب بدونید این محصول پرآب با روش‌های نوین آبیاری می‌شود که مصرف آب تا 30% کاهش می‌یابد. با توجه به کاهش شدید سطح سفره آب‌های زیرزمینی در منطقه، در همین راستا حدود 20% از سطح زیر کشت سیفیجات تحت پوشش روش‌های نوین آبیاری تحت فشار روش نواری تیپ قرار گرفته. در بخش امامزاده آقا علی عباس نطنز بیش از 1500 نفر مشغول فعالیت هستند. پیش بینی می‌شود امسال بیش از 20000 تن انواع طالبی و گرمک از زمین‌های کشاورزی شهرستان نطنز بر